قلعه دختر، اثری باستانی به جامانده از دوره ساسانیان. این دژ تاریخی مشرف به جاده است که فیروزآباد را به شیراز وصل می کند. قلعه در دل کوه. گردشگران برای بازدید از این بنای تاریخی ناچارند از مسیری حدوداً 300 متری بالا بروند. این یکی از صعب العبورترین کاخهای ایران بوده که به احترام آناهیتا خداوند پاکی و به واسطه غیر قابل نفوذ بودنش دختر نامیده شد. مگه ویژگی خاص رو بخوام از بکنم خدمتتون، اول از همه بستر بناست که جای واقعا صعب العبور و سختی، یکم که در دوره‌ای هم که می‌خواستن اینو مرمت بکنن اواخر دوران قبل، اواخر ساله فکر کنم 55 یا 6 بود که یه تلکابین اونجا مجبور شدن بذارن برای انتقال مصالح و حالا کارشناسایی که قرار بود برن و بیان. اینا قلعه دختر از معتبرترین آثار به جا مانده از دوره ساسانیان است که به دستور اردشیر پایه‌گذار این سلسله ساخته شد. بنایی در محاصره کوهستان با حدود 2000 متر مربع زیر بنا. قلعه ای که به دلیل شیب صخره در 3 سطح ساخته شده و ورود به پایین ترین بخش قلعه از راه پلکانی پیچ در پیچ ممکن است. با گنبدی بزرگ که بر روی ساختمانی 4 گوش بنا شده. به صورت خاص اگه بخوام بگم در مورد ساسانی میتونم بگم خیلی مقیاس انسانوار داره. تکنیکایی که در مورد گنبد و تاق هست در این دوره واقعا به اوج میرسه. این قدیمی ترین گنبدیه که ما میشناسیم در ایران، که نه اینکه قدیمی ترین گنبدی که ساخته شده، قدیمی ترین گنبدی که باقی مونده برای ما. از مجموعه معماری، از گنبدایی که در واقع رو پلان مربع ساخته میشن و این یک شاخصه خاص معماری ایران هست. و اینکه چطور اینو تبدیلش کردن به پلان مدور در انتهایی که گنبد ساخته میشه اینو به دایره رسوندن، اینو تکنیکیه که ما بهش میگیم استفاده از گوشواره یا فیل گوش، اسم مختلف داره سکونج. گفته میشود در قسمتی از قلعه غاری وجود داشته که آن را به کاخ اردشیر بابکان وصل میکرده. دالانی که از آن به هنگام جنگ برای ارسال مواد غذایی و نیروی انسانی از دژی به دژ دیگر استفاده میشد. بخش جانبی از عمارت قلعه دختر حمامک قلعه است. حمامی سلطنتی در ضلع شرقی عمارت که به علت رطوبت بالا دما را در گرما و سرما یکسان نگه می‌داشت. ایوان بزرگ این عمارت 14 متر عرض و 23 متر درازا دارد. نه تنها معماری که مصالح به کار برده شده در قلعه دختر و کاخ اردشیر بابکان شبیه به همند. قلعه تاریخی دختر حالا سالهاست که در دست مرمت و بازسازی است. به گفته مقام‌های میراث فرهنگی ایران، پی بنا در ضلع شمال شرقی سست شده و نیازمند مرمت است. پله‌های عمارت هم در بعضی نقاط آن باید بازسازی شود. موزلی که داره قلعه دختر اینه که روی بستری نشسته ساخته شده که در ادامهش یه صخره خیلی بلند داریم و اون صخره داره ریزش می‌کنه و یه مقدار اون ترک‌هایی که در اون تخته وجود داره باعث شده که در واقع پشت‌بندش رو از دست بده گنبد، یعنی رانش گنبد ادامه داشته باشه. الان این خمیدگی داره به این شکل داره به وجود میاد، یعنی این رینگ اینو گرفته ولی این داره حرکت می‌کنه. اتفاقی که میتونه بیفته اگه بهش نرسن این که ممکنه یه دفعه گنبد بهتره که بیاد پایین. با گذشت زمان این بنای باستانی بیش از پیش تحلیل میرود. دیوارهای این قلعه گرچه شکسته و فرو ریختند، همچنان به روشنی تمایل شاه ساسانی به قدرت نمایی را به نمایش میگذارند. مریم راز، ایران اینترنشنال.